برای با تجربه های بازار ارز دیجیتال تقریبا ثابت شده که نگهداری بیش از حد دارایی تو صرافی کار درستی نیست. اما به عنوان کسی که به بازار ارز دیجیتال علاقه‌منده، ما مجبوریم بخشی از داراییمون رو تو صرافی نگه داریم تا بتونیم باهاش ترید کنیم یا از بقیه خدمات و امکاناتی که صرافی بهتون میده استفاده کنیم. حالا چطور میتونیم مطمئن باشیم ارزهای دیجیتالمون جاش امنه و خدایی نکرده صرافی ها ازش سوء استفاده نمی کنن؟ چه بسا بارها صرافی مختلف از دارایی کاربرا سوء استفاده کردن و بعداً تو پس دادنش به مشکل خوردن. یکی از روشهایی که ما میتونیم تا حدی مطمئن بشیم که دارایی هامون تو صرافی جاش امنه، انتشار اطلاعات اون صرافی با استفاده از تکنولوژی درخت مرکل. اگه بخوام خیلی ساده و خلاصه درخت مرکل رو توضیح بدم، فرض کنید برگای درخت دارایی کیف پولای هر کاربر تو صرافیه. از اونجایی که برگ‌ها و ساقه و تنه همه با هم متصلن، هر تغییری توی این دارایی نتیجه رو مستقیما توی ریشه درخت که همون کیف پولهای اصلی تحت مدیریت صرافیه نشون میده. مثلا اگه شما یک بیت کوین به حسابتون واریز کنید، تو ریشه درخت یک بیت کوین اضافه میشه. با اسنپشاتی که صرافی از دارایی‌هاش تو تاریخ خاصی بهمون نشون میده، متوجه میشیم که مجموعاً چقدر ارز دیجیتال داره و در کنارش مجموع دارایی‌های هر کاربر و سهم هر کاربر از کل دارایی ارز دیجیتال رو هم نشون میده. با جمع کردن دارایی کاربر و مقایسه اونها با کل دارایی کیف پولهای تحت مدیریت صرافی میتونیم متوجه بشیم که ارزهای دیجیتال مسرجاش هست یا نه. صرافی‌هایی که از درخت مرکل استفاده میکنن و به طور مداوم و مرتب اسنپ‌شات دارایی‌شون رو قرار میدن، نسبت به بقیه صرافی‌ها خیلی قابل اطمینان‌ترن. تو صرافی خارجی بیشتر صرافی‌های تراز اول معتبر از درخت مرکل استفاده میکنن، ولی در حال حاضر صرافی که ساکنان ایران و کانادا و آمریکا بدون احراز هویت میتونن ازش استفاده بکنن، من فقط کوینیکس رو میشناسم. در مورد صرافی ایرانی هم تو سرچ اولیه من صرافی که از درخت مرکل استفاده کنه رو نیاورد، فقط مقاله های صرافی ها در مورد درخت مرکل رو نشون داد که ای کاش صرافی ایرانی همین کارو بکنه. حالا بذارین این امکانات رو توی صرافی ببینیم و بهتون بگم که چطور میتونید بررسیش بکنید. خب حالا توی صرافی کوینیکس اگه وارد بشید، تو بخش رزرو یا همون دارایی‌های ذخیره بیاید، اینجا به فارسی هم نوشته، به انگلیسی هم نوشته، نوشته گواهی ذخایر امنیت و شفافیت. حالا تو این چه اتفاقی افتاده؟ ببین اومده آخرین حسابرسی رو زده تاریخ 20/6/2024. الان چه تاریخی هستیم؟ الان تاریخ 30/6/2024. یعنی این به روز رسانیش مال تقریبا 10 روز پیش بوده. هرچی این به روز رسانی ها سریع‌تر باشه، خیال ما راحت‌تره و امنیت بیشتری داره در واقع نشون میده. حالا اومده چی رو گفته تو این بروز رسانی؟ بزنید یه بار با هم بررسی کنیم. ارزای دیجیتالی که بیشترین مقدار داری دارن تو صرافی و وزنه مهمتری هن رو تو صرافی آورده. مثلا ست که ارز دیجیتال خود صرافیه، USDT، USDC، بیتکوین، اتریوم و دوج کوین. فعلا گواهی ذخیره اینا رو برای ما گذاشته و آدرس کیف پول این ارزهای دیجیتال رو مشخص کرده. حالا حرفش چیه؟ ببین اینجا دو تا قسمت داره. نرخ ذخایر صرافی، مجموع دارایی های داخل سایت و مجموع دارایی های درون زنجیره. این دارایی های درون سایت در واقع دارایی که کاربرا ریختن وارد سایت کردن. مثلا حدود 112 میلیون دلار ارز دیجیتال USDT تو این صرافیه، یا 2 میلیون دلار USDC، یا مثلا حدود 2400 تا بیت کوین توی صرافیه. اما جلوتر زده دارایی درون زنجیره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا بیت کوین گفته 2401 بیت کوین داخل سایت، یعنی کاربرا 2401 بیت کوین ریختن، اما مجموع دارایی های درون زنجیره، یعنی مجموع دارایی کیف پول صرافی کوینیکس 2432 تاه. یعنی حتی از اون دارایی که کاربرا بهش سپردن بیشتره. حالا ممکن دلایل مختلفی داشته باشه، مال خود صرافیه یا برای مارکت میکر هاست که اومدن بازارسازی کنن یا موضوعات دیگه. یعنی تا زمانی که ما بدونیم صرافی نسبت به تعهداتش که در واقع ارزهای دیجیتال کاربراست دارایی بیشتری داره، خیالمون راحت. اما اگه یه زمانی ببینیم که صرافی نسبت به تعهداتش دارایی کمتری داره، اون وقته که باید نگران بشیم. تقریبا در مورد همه ارزهای دیجیتال همینطوریه، یعنی کیف پول‌های صرافی دارایی بیشتری از اون چیزی که به کاربرا بدهکارن توی کیف پولشون دارن. مثلا در مورد اتریوم 2% بیشتر از اون چیزی که باید باشه هست، در مورد دوج کوین هم حدود 2%، در مورد مثلا USDT 7%
بیشتر از اون چیزی که به کاربرا باید بدن هست. اما یه موضوع دیگه هم هست، اسنپ شات دارایی های من. یعنی شما اگر بیاید توی صرافی کوینیکس و یه حالا دارایی داشته باشید توی این صرافی، بهتون نشون میده که آقا شما اولا چقدر دارایی دارید و دوما چند درصد از کل دارایی ها دارایی شما میشه. به عنوان مثال من توی این صرافی توی کوینیکس الان 0.204 بیت کوین دارم که تقریبا میشه 0.301 درصد از کل بیت کوین های موجود، یا در مورد بقیه ارزهای دیجیتال هم به همین شکل دیگه. پس در واقع کاربرا میتونن با توجه به این اطلاعات و جمع زدن مجموع دارایی هاشون و مقایسه با اون چیزی که صرافی منتشر کرده و کیف پول های صرافی که آنچینه، تشخیص بدن که آیا صرافی این ارزهای دیجیتال رو داره یا نه. حالا اگه دوست داشتید میتونید بیاید توضیحاتش هم بخونید و اطلاعات بیشتری به دست بیارید. اگه ویدیوی قبلی منو دیده باشین بهتون گفتم که چرا و به چه دلایلی از صرافی کوینیکس به عنوان صرافی اصلی تریدم استفاده میکنم. حالا با درخت مرکل این دلایل قوی تر هم میشه. لینک ثبت نام تو صرافی کوینیکس رو تو قسمت توضیحات ویدیو براتون میذارم که اگه با این لینک عضو بشید 20% هم تو کارمزد معاملاتتون تخفیف میگیرید. اینم بگم که با اینکه درخت مرکل یه روش نسبتاً قابل اطمینان از تصدیق ذخایر ارز دیجیتال یک صرافیه، اما همچنان نباید از یه صرافی به عنوان کیف پول اصلیتون برای ذخیره سازی ارزهای دیجیتالتون استفاده کنین و بهتره که دارایی مازادتون رو به کیف پول شخصی خودتون انتقال بدین. خب اگه این ویدیو براتون جالب بود ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب به من برای ساخت ویدیوهای بهتر انگیزه بدین. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیوی بعدی خداحافظتون.